اسم امام رضا به میان آمد و بعد منبر که نشست یه آقای اومد جلو گفت امروز اسم امام رضا آوردی، یه چیزی هم من میخوام نقل کنم. گفت من برا خودم وزنه‌ای بودم، بساطی داشتم، همینقدر برات بگم یه مرتبه اتفاق افتاد زندگیم زیر و رو. طلبکار بود که پشت طلبکار در خونه منو از پاشنه داشتن میکندن. یه روز به زنم گفتم، زن گفت چیه؟ گفتم همه درا برون بسته شده، با هر کی دم خور و هم نشین بودم پشت به این کرد. میخوام در خونه یکی برم ببینم اونم پشت میکنه یا نه. گفت در خونه کی میخوای بری؟ گفتم میخوام برم مشهد در خونه حضرت رضا. زنم گفت مرد همینقدر پول که تو مشهد بخوای بری نداریم. و به این برادرش، به این خواهرش زنگ بزنه التماس کنه. گفت یه مبلغی خلاصه جور کرد من بیام مشهد، یه روز مشهد واستم، شبم خواستم بمونم تو مسافرخونه ای بتونم جا بگیرم، فرداش را بیفتم بیام تهران. گفت آمدم مشهد، یه راست بلند شدم آمدم داخل حرم حضرت رضا علیه السلام و گریه کردم، درد دل کردم. گفت آمدم کفشداری، دست بردم تو جیبم شماره کفشداری رو بدم، دیدم جیبم رو تو حرم زدم. همو پولی که به او کیفیت زنم با رو زدن از برادر خواهرش نیست، به حدی عصبانی شدم گذاشتم جیبم، اومدم دوباره روبروی زری، فقط نگاه به زریش کرد. گفتم ندیدی وقتی داشتن جیب منو میزدن؟ گفت غضب‌آلود از حرم آمدم. حالا هزار تا فکر تو ذهنم تو مخم میگرده برم به کی بگم. همینجوری که راه میرفتم دستم تو جیبم بود، یه مرتبه ملتفت یه سکه‌ای ته جیبم شدم، سکه رو درآوردم همینجوری تو دستم بازی میکردم، یه مرتبه به ذهنم افتاد بیاد پای یه دکه تلفن بندازش توی تلفن عمومی، یک شماره رو بگیر حرفتو بزن، حالا اگر قبول کرد که قبول کرد، قبولم نکرد نه او تو رو دیده نه تو رو دیده. گفت آقا بوخ خورد، یکی گوشی رو برداشت گفت بفرمایید. گفتم حاج آقا من بچه تهران اومدم امروز مشهد، بعد از ظهرم میخوام برگردم برم تو حرم، جیب منو زدم، پول نهار ندارم، یه پول بلیت رفتن تهران ندارم. گفت کجا واستادی؟ گفت آدرس از سوال کن از یکی که داره رد میشه. گفتم میگن اینجا فلان جاست. گفت همونجا واستاد تا 20 دقیقه دیگه میفرستم دنبالت. پژوی اومد و منو سوار ماشینش کرد و داخل منزل که وارد شدیم گفت دیدم شخصی به استقبال من اومده، همدیگر رو که بغل گرفتیم گفت من بودم، تلفنی با هم صحبت کردیم، مهمون امام رضا ای تو. گفت بعد نهار که نشستیم شروع کردیم صحبت کردن، سر بحث و پیش کشید چی شده چی نشده. گفت ما هم گفتیم ها اینجوری بودم چنین بودم، زمین خوردم مالم رو بردم. گفت چقدر الان بدهکاری داری؟ گفتم 200 میلیون تومان. گفت بعد چقدر پول لازم داری که مثلا راه بیفتی و دوباره بارتو شروع کنی؟ گفتم 70-80 میلیون پول باشه باز دوباره راه میافتم. دست چکشو از جیبش در آورد، یک چک نوشت 200 میلیون تومان. رو چه معیاری، رو چه حسابی؟ گفت بگی بابا مگه نمیگی بدهکاری؟ تو نمیخواد اینو برش گردونی، این مال خودت، برو بدهی تو صاف بکن، این 80 تومن رو بگیر، کارو کسب تو شروع کن، هر وقت افتادی رو غلطک درآمدزایی شد این 80 تومن رو بعد با هم تسویه میکنیم، طول این مدت تو مردی من مردم، آقا همین 80 تومن هم حلال. گفتم من نمیتونم. گفت یه مرتبه دیدم یکی رو صدا زد، در وا شد، یه پسر جوونی اومد تو و گفت میبینیش؟ گفتم بله. گفت این پسر من تومور مغزی گرفت، همه دکترای مشهد ردش کرد، تمام دکترای اول تهران ردش کردن، هر جای دنیا فکرشو میکنید بگید فقط ببرمش. گفتن اگه میتونی ببریش انگلیس، ببرش انگلیس، شاید بشه کاری کرد. حاذق‌ترین اطبای لندن کار تحقیقشون رو شروع کردن، گفت 3 مرحله آزمایش، اگر جواب مثبت میومد اونجا هم میگفتن شرمنده. گفت 2 تا آزمایش جوابش مثبت شد، یکی از کارکنای آزمایشگاه گفت دعا بلدی؟ آخریه مثبت نشه که اگه مثبت شد باید بچه‌تو ببری، منتظر از دست رفتنش باشی. دنیا رو سرم خراب شده بود، آمدم داخل صحن بیمارستان، گفت دستمو گذاشتم رو سرم، تنها اسم حضرت رضا رو بلد بودم. اگه یه نگاه کردی امام رضا، بهت قول شرف میدم برای یکی از زائرات سنگ تموم بگذارم آقا.
گفت آزمایش بعدی جواب منفی شد، دو تا آزمایش دیگر رو شروع کردن تجدید کردن، کارم به جایی رسید که دکترای لندن گفتن این سالمه سالمه سالمه. گفتم یه قرص. گفتن آدم سالمو که قرص نمیخوان بدن. الان نزدیک 2 سال داره میگذره. دیشب امام رضا رو خواب دیدم، فرمود فردا یک ظاهر داره برا من میاد، خیلی حالش خراب. همه درا رو به روش بستن، گفته میرم در خونه امام رضا، فردا میفرستیمش پیش تو براش سنگ تموم بگذاری. تلفونه که زنگ خورد گوشی رو برداشتم، گفتی ظاهرم گرسنم، پول رفتن شهرم رو ندارم، فهمیدم حواله ای توی. حالا تو رو امام رضا اگه سنگ تموم نذاشتم بگو سنگ تموم بذارم من قرص